پارلمان افغانستان متاسفانه به اندازه حکومت افغانستان بدنام است. در واقع پارلمان شبکه‌های جاسوسی امت ساختن، قرار امت گذاشته بودند از 18-19 یا 20 سال پیش که پارلمان ملوث باشه، مفسد باشه، تا اونا همو طریقی که میخواین با مو هر شکلی که میخواین از پارلمان استفاده کنن. چرا امریکایی‌ها قانون امریکا را در افغانستان ساختن؟ البته قانون امریکا به ایمان نیست که قانون بد است، بر امریکا بسیار قانون خوبه، منتها بر افغانستان هم همی تپکل قانون جور کردن در وجه و اکتیاد محصلین و استادار بورس دادن در امریکا آوردن که همو قوانین در کلیشان بته. اما امریکایی‌ها و انگلیس‌ها بر از این که امو چیزی که در افغانستان میخواین شوه از طریق قانونی یک پارلمان کار داشتن، یک پارلمانی که قانون بسازه به او طریقی که وا میخواه. اینال هر چیز به اساس دموکراسی رایگیری صورت بگیره، منتها در پارلمان افراد باید مفسد باشه که اما تو پیسه رو برای شور دادی، اما تو دویده دویده دمک زده پیش بیم و کارت بکنه و تو هم به دنیا نشان بدی که اینه به شکل قانونی و ما قانون هم به وجود آوردیم. پارلمان هم اونه کارا کلش قانونی است. بنان یک پارلمان مفسد مثل حکومت افغانستان به وجود آمد. حکومت ما سه حصه داره که یک حکومت جور کرده. بخش قضایی داره که سارنوال و دادستان و دادستان ها، قاضی و قضات و قاضی ها، بخش قضایی یا حقوقی مملکت، باز بخش قانونی مملکت است که قانونساز است که اینمی پارلمان است، قوای مقننه کشور، و دیگه بخش اجرایی که اشرف غنی در رأس است متاسفانه. اینا باز اینال تمام از یاد مجموع حکومت افغانستان جور میکنه، ولی رئیس جمهور در رأس کل از این قوا است. اما هر قوا برای خود استقلالیت خود داره. ایتو نیست که رئیس جمهور قانون سازا را بگه ما اینت یک قانون میخواییم برای ما جور کن که ما رولاغنی کل چیزا را داشته باشیم. نه، اینا استقلال خود باید داشته باشن. اما آقای غنی که از 20 سال پیش تمام پیسه ها برازی داده میشد و آقای ساید پشت سرش بود، این وظیفه داشت که پارلمان سوی استفاده بکنه با مو رقمی که خودش میخواست. بنان ما یک پارلمان مفسد داشتیم، اما دینی وقتا در پارلمان یک حرکت به وجود آمده که غنی قادر نیست که کنترلش بکنه. منم میفهم که زیر پای از اینام غنی بم خواد ماند، یا ایست که اینا خواد تانستن که غنی را در کنترل بیارن. اما پارلمان به شکل قانونی حق داره که رئیس جمهور اگر از قوانین مملکت سرپیچی کرده باشه امپیچ کنن، پس کننش. ای حق پارلمان داره و با مجرد که اینا این مسئله را مطرح میکنن و بخصوص که همی در ذهن مردم میفته که راستی این نفر قوانین مملکت چی کرده، پیروی نکرده و شکستانده، در او صورت رئیس جمهور که لوی قماندان یا قماندان اعلای تمام قوای نظامی مملکت که پلیس و استخبارات هم شاملشه، فورا عسکری مملکت، قوای نظامی مملکت دیگه گوش به فرمان رئیس جمهور نمی باشن. دیگه باز از این میکانیزم نو که با وجود می اینا باید پیروی کنن و به زودی باید اشرف غنی را دزگیر کنن و در یک جای امن برای فردایی که محاکمه میشه نگاهداری بکنن. ما فکر میکنم که اشرف غنی تقریبا دونموی سر رسیده، اما ای که آیا پارلمان ما اینقدر هوشیار است که امی کار کرده بتانه، ایره ما به درستی نمیفهم. مال برای شما میمانم که چه چیزا اشرف غنی کرده که میتونه سلب صلاحیت شوه. ای آقایی که در پارلمان است ببینن که چی میگه. رئیس حکومت داد از فراقانونی مجلس نمایندگان میزنه در حالی که
حکومت بزرگترین ناقص قانون اساسی است که شما یک بار اگر بر یک گزارش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شما مراجعه کنین، 30 چند مورد تنها شخص رئیس جمهور نقص کرده. این یک جلسه پارلمان مملکت یا آقای یکی از اعضای پارلمان مملکت رئیس جمهور به اساس قوانینی که در این پارلمان ساخته شده رئیس جمهور شده. رئیس جمهور مکلف است که پیروی کنه، تأسیس کنه از قوانین و تطبیقش کنه. به همین خاطر پلیس و استخبارات عسکری در زیر قمانده شد. اما این آقا میگه، از دل خود نمیگه، میگه رئیس صاحب آقای رحمانی که رئیس پارلمان ای در مجلس پارلمان برش میگه، میگه اگر شما با گزارش که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور بیرون داده، یعنی یک کمیسیون که روی ازی تشکیل شده بود که ببینن که قانون اساسی مملکت آیا تطبیق میشه توسط بخش اجرایی یا بخش اشرف غنی یا نه، میگه یا یک گزارش کشیدن، در او گزارش آمده که تنها خود اشرف غنی زیادتر از 30 ماده قانون اساسی را زیر پای کرده. 30 ماده قانون اساسی را رئیس جمهوره که مکلف است که پیروی کنه از قانون اساسی و تطبیقش کنه در جامعه، خودش زیادتر از 30 ماده را ای شکستانده زیر پای کرده. وقتی که پارلمان مملکت اتی یک گزارش از یک آیت که مقرر شده برای همی کار میگیره، وظیفه داره که مسئله را بسیار جدی بگیره و باید که رئیس جمهور سلب صلاحیت شود. انوزه در افغانستان مردم اقوشارانه و قضایا نمیبینن، ولی به هر حال حالا میریم در همی مجلس پارلمان که خود رئیس پارلمان چی میگه. در 17 سال روز تصویب قانون اساسی قرار داریم، قانونی که گفته میشود از لحاظ محتوا حقوق اساسی با در منطقه بیمانند است، اما متاسفانه قانون اساسی در این اواخر مکررن از طرف حکومت نقض شده روان است. در 17 سالگرد تصویب قانون اساسی قرار دادیم، آقای رحمانی میگه و میگه یک قانونی که گفته میشه که در همین منطقه یک قانون بسیار ناب است، یعنی که یک قدر خلا نداره که ما مجبور به نقض قانون باشیم، اما حکومت افغانستان به شکل مکرر و سلسلوی قانون نقض میکنه. حکومت بخش اجرایی، بخشی که باید قانون تطبیق کنه و پیروی کنه، خودشان قانون زیر پای میکنن، پیش میرن. مثلا حکومت از معرفی نامزد وزرا به مجلس غرض رای اعتماد خودداری میکند. یکی از چیزایی که رئیس جمهور مکلف است کنه که وقتی که وزیر میخواه چی کنه، وزیر معرفی بکنه، پیش از او ایر معرفی میکنه با پارلمان مملکت. ای وزیر در او جمعه را سوال جواب میشه، اگر رای اعتماد پارلمان گرفت بعد از او اونا میگن صحیح، باز رئیس جمهور را میتونه قبول کنه به حیث وزیر. اما در ای وقتا میگه رئیس جمهور اصلا لازم نمیبینه، برو بچه این وزیر استی، باز چی میکنه؟ برای از ای که قانون زیر پای کنه ایتی یک کار میکنه، سرپرست وزارت خارجه، سرپرست وزارت دفاع، سرپرست میسازه، چیزی که پاکستان میخواه، یعنی ما حکومت سرپرستا باشیم، رئیس جمهور سرپرست متقلب، اما تو کلگی سرپرست، یعنی رسمیت حکومت خود زیر پای میگذاره با این خیزدن از قانون، و این یکی از مواد است که قانون شکستانده میشه توسط رئیس جمهور. دیگه انتخابات شهرداری ها، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها را برگزار نکرد، پیش میره. با اصل تفکیک و اصل استقلالیت قوا احترام نمی کند، بعض را نصف های سلیقوی دست می زند. دیگر چیزی که است که رئیس جمهور باید به با 2 بخش قوه مقننه و قوه قضایه
باید احترام کنه، اینا را به حیث یک قوه مستقل باید احترام کنه. ایتو نیست که پارلمان بگوید این قانون به ما جور کن که ما میخواییم که دیگه وزیر در اینجایش لازم نیست بیاد. نه، اینا یک بخش مستقل هستن، بخش قضایی بخش مستقل هستن، اما در تبانی با حکومت اینمی سه بخش باید کار کنن که یک حکومت سالم باشه. مثل از اینکه یک کل است، دل و جگر و شش است، دست و پای است. دست و پای رئیس جمهور قبول نداره، شش و جگر قبول نداره، تنها کله را خودش گرفته، به دست و پای به شش و جگر حکومت پیش میبره. و ایر اینا چی میگن؟ وکلای محترم، طوری که اشاره شد با اساس گزارش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حکومت به شکل دوامدار قانون اساسی را نقض کرده است. در صورتی که حکومت به خودکامگی های خود ادامه دهد و تفکیک قوا احترام قائل نشود، کشور به طرف استبداد سوق خواهد شد. در آن صورت این نظام را طوری که ناصری صاحب اشاره داشت شایع غیر سلطنتی خطاب کرد. بزرگترین مسئله که وظیفه حکومت است که عسکر و پلیس و استخبارات داری بر ازیست که شهروندها آرام بتانند بخوابند، آرام بتانند کار کنند و آرام زندگی کنند. این وظیفه حکومت است، اما حکومت از این کوتا آمده. از تامین امنیت شهروندان کوتا آمده، فساد اداری را کاهش دادن نتوانست. آقای رحمانی، شما کوتا نباید حتی بگوین، برعکس ای امو حالت به وجود آورده. کوتا آمده که نتانست دفاع کنه، ای امو حالت به وجود آمده آورده. سعی کنین رئیس جمهور، رئیس جمهور که وظیفهش نگهداری از مردم است، محافظت از مردم است و ایجاد یک فضای مسون برای مردمشه، چی میگه؟ افغانستان اولادم است، پارچه پارچه میشن، خونشان سرکارم میگیره، اینی امتحان اعلام. مردم افغانستان اولادم است، پارچه پارچه میشن، خونشان سرکارم میگیره، اینی امتحان اعلام. میگه شما میلیون ها نفرتان کشته میشه، سرکا از خونتان غرق میشه، اینی امتحان الهی است. خیو کسافت، تو چرا رئیس جمهور هستی؟ چرا ما قانون اساسی داریم؟ تو چی میکنی در این مملکت؟ اگه خداوند ماندی که تصمیم بگیره، دیگه تو باید سلب صلاحیت شوی. حکومت میتیم با الله، حکومت الله جور میکنیم. الله میخواه قتل عام شویم دیگه، اونه شدیم. الله میخواه که مسئولیت باشه، اونه میشه. خیلی تو دیگه چی میکنی؟ بنان عزی که در یک قانون شکستن بزرگ در دنیا وجود نداره که رئیس جمهوری کار کنه. آقای رحمانی، پارلمان مملکت رئیس جمهور به اساس اینمی گفش باید سلب صلاحیت کنه. پیش میرن. فساد اداری را کاهش دادن نتوانست. فساد اداری را در واقع اشرف غنی باعث شده. دمی 20 سال پشت پرده از اشرف غنی در افغانستان 19 سال تیر میشه. امی اولین لوی جرگام که بود توسط غنی پیش برده میشد در پشت پرده، اما در 8 سال اشرف غنی در می پیش رویه. فساد به اثر امی فسادکاری و دسایس غنی به وجود آمده. غنی به خاطر که خود یک کس بسازه پیسه پاش شده، پیسایی که باید برای ساختمان مملکت کار میشد برای مردم داده که غنی غنی بابا شوه. این حاله که وقتی که غنی آمد که رئیس جمهور، ای آمد که ما فساد کاهش میتم نمیمانم، اما برعکس فساد در اوجش رسیده. حکومت افغانستان مفسدتر از هر زمان شده. کشور رشد اقتصادی ندارد و برای کاهش فقر و اشتغال زدایی نیز برنامه ندارد. کشور رشد اقتصادی نداره. اینمی کسافت 7 سال پیش یا 8 سال پیش که آمد گفت من 1 میلیون کار ایجاد میکنم. حداقل 1 میلیون کار در مملکت ما از بین رفته از روزی که کسافت آمده. رشد اقتصادی خود نداره، سرعت عدم رشد اقتصادی یا برعکسش بسیار زیاد است. در هیچ زمان مملکت ما اینقدر به عقب نرفته در 5-6-7 ساله که در دوره غنی کثیف رفته. و برای کاهش فقر و اشتغال زدایی نیز برنامه ندارد و ده ها مورد نقص دیگر قانون اساسی. معلوم دار وقتی که کار ایجاد نکدی
وقتی که امنیت ایجاد نکردی، امنیت بزرگترین یک مسئله است در یک مملکت، برای از اینکه اشتغال زایی بکنی، برای از اینکه اقتصاد سالم داشته باشیم، برای از اینکه مردم کار داشته باشیم. بدون امنیت هیچ چیز نمیتونه باشه. وقتی که امنیت نداریم و تو ماندی به خداوند که خداوند قتل عام شما را چی دیده، لازم دیده. افغانستان اولادم است، پارچه پارچه میشن، خونشان سر کارم میگیره، اینی امتحان الهی. مردم افغانستان اولادم است، پارچه پارچه میشن، خونشان سر کارم میگیره، اینی امتحان الهی. و شما را امتحان میکنه، مانایش ایست که در این مملکت دیگه که امنیت نمی باشه، که خداوند ما را میلیونات های ما را میکشه و سرک های ما را از خون ما غرق میکنه. معلومدار دیگه در اوج رشد اقتصادی نمی باشه، شغل هم به وجود آورده نمیتونی. تنها یک مملکت آتش گرفته است که مردم ازش میگروزه و راستی هم در دوره غنی بسیار نفر از افغانستان گریخته، حداقل یک و نیم میلیون افغان جوان تحصیل کرده گریخته، مملکت ستون فقرات شمیان شکسته. و ده ها مورد نقص دیگر قانون اساسی، و ده ها مورد نقص قانون اساسی. اینال آقای رحمانی، شما و کسایی که در اینجا هست وظیفه دارن که باید ای رئیس جمهور را پس کنند، سلب صلاحیت کنند، این مسئولیت شماست. اما پارلمان خودشان پیش مردم بسیار قابل قبول نیست. سالهای سال پارلمان مملکت باعث یک بخش مفسد دیگه حکومت دیده شده، که بخش اجرایی یا رئیس جمهور بخصوص در دوره اشرف غنی از پارلمان سوء استفاده کرده. اما ما من رئیس مردم باید یه چیز قبول کنیم که صحیح است که در اون زمان پارلمان یک پارلمان خراب بود، اما اگر امروز یک اتحاد مردم ده و شعار فامیده ده ایجا آمدن و میخواهند که اشرف غنی را محکم بگیرن، حال دیگه ما نمیتونیم بگیم که چون پارلمان خراب بود حال دیگه نه اصلا پارلمان ارزش نداره. نه، ما ده پالوی پارلمان باید استاد شیم. یکی از چیزایی که ده ای روزا پارلمان محکم گرفته که نمیکنه ایست که امی بودجه سال 1400 پس نکده، عملی نساخته، امضا نکردن. عرض آخر سال یا پیش از سال نو پارلمان باید بودجه که حکومت پیشکش میکنه برای مصارف خود امضا کنه. هر سال اینا غولا واره میکدن. امسال یا محکم گرفته میگه خیرت از بیادر، تو هر سال ما بر تو بودجه امضا میکنیم، کاران را تمام مانده، پروژه هسته برای از دو سال پیش که تا حال او صورت نگرفته. یعنی باید اونا را بپردازی. چی شده که پیسه ازو؟ دیگه یک چیز بسیار مهمه را که پارلمان امسال محکم گرفته، یه بسیار مهم است، تعادل در معاشات. شما سعی کنین به آقا که در قسمت 4500 نفر عسکر گارد شاهی اشرف غنی میگه، 4500 نفر اشرف غنی تنها برای خود داره کت کل قاق خود. سعی کنین ریاست جمهوری 4500 نفر تشکیل پی پی اس داره، در موجودیت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی 4500 نفر، پایین ترین ماشش 47000 افغانی است، بلند ترین ماشش 280000 افغانی است. یوز به پارلمان میگه او بیاد ده اینقدر عسکری کلان که داریم، پلیس داریم، استخبارات داریم، چی حاجت است که اشرف غنی 4500 نفر داره؟ بیایه بگوی که یا برای چی استفاده میشن؟ برای می ترورای مردمایی که هدفمند ترور میکنین؟ غیر از چی پس که تو 4500 بر علاوه پلیس، بر علاوه استخبارات و عسکری که در اختیارت است، بر علاوه از تو 4500 نفرم شخصی در پلوی رولاغنی شاندی؟ معاشات از یا معاشات عسکری که در روی جبهه در خط اول میره جنگ میکنه $100 است، کشته میشه، کشته ده ها هزار از اینا تنها در دوره غنی کشته شده، $100 ماه معاش است. اما یه 4500 نفر که دامادا وارد پالوی رولاغنی شیشتن یا را سعی کنین معاش شانه. پایین ترین معاشش 47000 افغانی است، بلند ترین معاشش 280000 افغانی است. معاش از یا از 700-800 دلار تا چندین هزار دلار معاششان است، یعنی تقریبا معاش کل ارتش یک برابره، معاش 4500 نفری طرف است.
و ارتباط معاشات قضا و پی پی ایس و ریاست رجال برجسته که در حدود 4500 نفر به پی پی ایس و 7000 نفر به رجال برجسته که حداقل معاشاتشان از 47000 الی بالاتر از 200000 افغانی می باشد، چه فرقی بین این ریاست هایی که صرف وظیفه محافظتی دارند و یک سربازی که به جبهه می جنگند چی است؟ آقای رمانی میگه تو بگو که یا چی میکنن که عسکر نمیکنه، در خط اول قربانی عسکر قرار داده داره، او را $100 میتی، ای را 700-800 دلار تا چندین هزار دلار، و از کدام پیسه؟ آقای رمانی میگه یک عیت تعیین شه که ما بریم کتی کشورهای دونر کتی نمایندهایشان گپ بزنیم که بدر شما چی میتین، ای را غنی دوزی میکنه، ما خبر نداریم. سعی کنین یک بار دیگر به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده میشد که تشکیلات این دو بخش محافظتی را با مسئولین به کمیسیون خواسته و یافته های خود را با تالار شریک نمایند. این یک کار بسیار مثبت است که پارلمان در اینجا رسیده. این حال وقتی که در سر تعادل در معاشات گپ زده میشه، معلوم داره یک تعداد غلام در این پارلمان است. سعی کنین این زن و نام کروخیل ببینین که چه قلاوده است. میگه ما زده از این گپ هستیم، شما چی میگین تعادل در معاشات؟ وی تعادل در معاشات چی معنا داره؟ او خو کمونیسم است که درش تعادله. ای زن لوده نمیفهمه که حکومت افغانستان حکومت اسلامی است، تعادل در اسلام هم وجود داره. او لوده ملاخ غول سن آمدن مرا ما کم گرفتن کافر استی، این کفر که فکر میکنه که تعادل کمونیسم است، در اسلام تعادل که ای داره، در اسلام هر کس معاش خود میگیره. آلیاخ نمیگه که معاش جنرال چرا و قدر معاش عسکر، میگه معاش دو عسکر، یا خو نمیگه که معاش جنرال چرا زیاد از عسکر، یا میگه این اردوش عسکره و نوش در قطعه تشریفات اشرف غنی قرار شیشته آرام، اونو دیگهش در جبه جنگ میکنه کشته شده میره، چرا ماش از او $100، چرا ماش از یا چندین صد دلار تا چندین هزار دلار، از کدام پیسه؟ یعنی تعادل در معاشات یک مسئله مهم است. اما خانم کروخیل از لودگی فکر میکنه که شما خی کمونیست هستین، عدالت میخواین؟ نه، در سیستم اسلام هر کس که هرچند میتی بتشه، این قلاود است. اما این هموطن پشتون ما ایجی اگف بسیار خوب میزنه، ایره پارلمان باید مد نظر بگیره. په د حاضر مجلس کې زه پر ټولو معزز و وکیل صاحبانو باندې غږ کوم چې تاسې د هغه سرباز د اعلی څخه خبر یاست چې په لومړۍ کرښه کې زموږ د سر و مال و ناموس په خاطر باندې جنګیږي، تاسې د هغه مامور په حاله څخه خبر یاست چې په کور کې یې میرمن ورته وایي چې نن وړه خلاص سوي دي، او دی مازدیګر د دفتره څخه د ویرې څخه کور ته نسي ورتللی. تاسی دا اغا افسر دا اله چا بگو بیدر شما بجت امسال نمیخواین امضا کنین. حالا اینجا اینی عسکرهای ما سای که از در خانهش آرد نیسته، در خانهش روغن نیست، از ترس عسکر یا صاحب منصب خانه خود نمیره که زنش میگه که در خانه چیزی نیست، روغن نیست، آرد نیست چی. حالا ایره شما پیسهش بند انداختین، ای گفت درسته، منتها ایره نمیتانیم که بانیم که غنی پیسای را که میخواه بگیره به نام عسکر. ایره آقای رحمانی به شکل استراری یک بخش میتونین تصویب کنین برای معاشات کارمندای پایین رتبه، بالا رتبه نه، پایین رتبه حکومت، اساکر و صاحب منصبا و بخشی که مثلا معلمین و اینا، شما اینی بجت باید که به شکل استراری تصویب کنین که به حکومت اینقدر پیسه میدیم، ولی حکومت مکلف است که معاش اینی مردم ها به تکورم در جیب خود نزنه، باقیش ما کم بگیرین. و یادم های مثل کروخیل یا دیوانه است، اما ما دیدم که نام خدا اکتیاد زیاد پشتونای ما دیجه و شمول آقای اصولی که هر وقت به کارهای غیر اصولی مصروف بوده جنگ پشتون و تاجک دامن میزد، اما دیجه ما میبینم که با همی صف کلان اعظمی مردم یک جای است، در مسئله سلطانزه یک جایی بودن، در مسئله بجت یک جای هستن، اکتیاد زیاد پشتون و ازبک هزاره و تاجک، و این یک موفقیت است برای ما. این حال اگر ما غنی را در اینجا سلب صلاحیت کنیم، پارلمان میتونه رهبری کنه عسکری ما را و استخبارات و پلیس ما را، و حتی معاون رئیس جمهور میتونه به شکل موقت در نقش رئیس جمهور مثلا آقای صالح اگر محکوم نیست از طرف
پارلمان مملکت این میتونه موقتا تبدیل شه به رئیس جمهور که موقت رئیس جمهور باشه. ما باید مذاکرات صلح را از درون بیرون و عیس مردم کمک کنیم که پارلمان یک جاشیم که زعمای مملکت که خردای مملکت تا یک نمایندگی بر صلح ایجاد کنیم. طالبان نباید که یک حکومت از بین ببرن و با گفته خودشان یک حکومت موقت جور کنن، در اون صورت طالبان کلگی را مشکنانن. بنابراین اینی حکومت باید نگاه کنیم، اینی قرین را باید سلب صلاحیت کنیم و اونجا که طالبان حتی از طالبان کدام مهمتر ما باید بریم که پاکستان، که ایران، که همسایه های ما، که انگلیس، که امریکا، خود ما صلح را گپ بزنیم. اینمی یگانه راه است. آل امیال اشرف غنی به عیس یک قصاب کار در دستش مردم را کشته میره، ملا برادر در دیگه توی طرف. خود طالبان همی طالبای بیچاره که در افغانستان یا اون قتل عام میشه. بنان ما اینمی دوتا قصاب را پس کنیم. همی برادرای طالب ما که در جبهات هم هست که افغان هم یام یک دلسوزی با اون فامیل خود داره، هم یام یک خود کشته دادن، عسکر ما هم کشته دادن. اینمی کلگی ما میتانیم که همیجا بر سل کار کنیم و که پاکستان هم میتانیم گپ دهیم که بدر برای چی تو همیجا ما را کشته میری؟ بیا بگو که چی میخوایی که اگر ما بتانیم امور ما برای تو بکنیم که دیگه تو ما را بانی که زنده بمانیم. اینمی یگانه طریق است که ما میتانیم از این منجلاب خود بیرون بکشیم.